سلام برعکس یوتیوب براتون یه اپیزود مشی دارم با بابا برای کسی که نمیدونن بابا من هیچ ربطی به من نداره یعنی مثلا یه آدم خیلی کم حرف با وقار با شعور معدب بعد دیگه منم که دیگه میدونی که هم دیگه واسه همین هر اپیزودای با بابا خیلی حال میده چطوری بابا خوبه مثلا متشکرم بابا کلا چرا کم حرف میزنی؟ بچه بچگی کم حرف بودی یا این که فهمیده ای کم حرف باشی مردم میفهم باهوشی؟ معمولا هر چه انسان کمتر حرف بزنه بهتره یه روزی یادم هست حالا اینو گفتی یه یک دام آقای بسیار مسنی من خیلی جوون بودم و من همینجور در این جلسات معمولا ساکت بودم یه باری که از پرسید از خوزدان که بلا تو چرا انقدر ساکتی قبل از اینکه من جواب بدم اون آقایی که گفتم خیلی محسن بود او جواب داد گفت فلانی مثل آب انبار میمونه چون آب انبار های سابق وقتی آب رو توش باز میکردن آب هر 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 میشه تا زمانی که پر بشه وقتی پر میشد دیگه خب طبیعتا صدا قطع میشد اون مثل آب انبار میمونه این همیشه پره نیاز نداره که افراد خالی هستن که زیاد حرف میزن خب من کنم تو یوتیوب دفعه بعد یوتیوب میشم فقط نگاه میکنم دور نه شما خب به مناسبت کارت مجبوری حرف بزنی او فهمیدم یه گفتم به اون دوربین مشکل دارم بله. برعکس گذاشتمش همیشه اونوری میذاشتم دوربین سمت راست بالا بود الان دوربین سمت چپ پایینه و اون که همه چوریخ بر میگم شده بابا میخوام از چهارشنبه سوری بپرسم اصلا داستان چهارشنبه سوری چیه چهار شنبه سوری داستان خوب خیلی قدیمی داره و متعلق است به داستانهای شاهنامه فردوسی بزرگ شاهنامه از داستانهای مختلفی تشکیل شده یکی از اون داستانها مربوط است به کیکاووس شاه زمانی که کیکاووس شاه بوده پسری داشته به نام سیاوش اسم یورو کی کاووس بوده یا کاووس, کاووس. و... این کی کاووس یعنی چی کی یعنی مثلا کی می خونه کی کاووس کی سوال هم داشتین یه کلمه است کی کاووس دیگه نیست همچین اسمی اسمه... ها الان هست تو ایران هم هست چرا بود منطقه... ها اگه کسی اسمش کی یه کامنت بذار چون سخت خیلی کابوسش کردن بله اسمش هم کی بعد این کا... کیکاوش شاه یک پسری داشته به نام سیاوش این این داستان در شاهنامه خیلی مفصله و چندین صفحه اختصاص داره به این داستان ولی خب از که فردوسی همه اینها رو با شعر می سروده در نتیجه خب زبان شعر زبان دیگری است و میتونه طولانی تر باشه از زبانی که انسان صورت نصف صحبت میکنه این سیاوش بسیار بسیار انسان پاک و صادق و شریف و دوستانی و مورد علاقه همه مردم جمعه و جمله کیکاوس شاه پدرش بوده یعنی مثل من بوده دقلیبا. تقریبا تقریبا <تصحیح> نه یه خود از توی بدتر, بدتر داره، داره، از تو بهتر از بعد این کیکاوس شاه یک زنی داشته به نام سودابه که این سودابه مادر سیاوش نبوده مثلا زن پدر سیاوش بوده حالا به هر دلیلی شایعاتی را میفته که این سیابش با سودابه ارتباط داره که یعنی با زن پدرش خب این حرف به گوش پدرش میرسه سیابش به فکر چاره میفته که چیکار بکنه و تن میده به یک از خود گذشتگی خیلی بزرگ به پدرش میگه که شما هفت تونل آتش درست کنید من از این هفت تونل میگذرم اگر زنده و سالم به درد آمدم پس بدانید که من گناهی مرتکب نشدم و اگر گناه خار بودم خار تو این هفت خان که ردش باید رد بشم خواهم سوخت خیلی منطقی شاه هم خیلی خوشحال میشه و خب خوش... چون دلش این موضوع روشن میشه دستور میده که هفت تا طول آتش روشن میخورن از خیلی از مردم شهر دعوت میکنن همه در یک میدانی جمع میشن و سیاوش میاد و از داخل این وارد این تونل ها میشه و بعد از مدتی خب همه میبینن که سیاوش سالم بدون هیچ که آتش گرفتگی و سوختگی از اون ور تونل خارج میشه خب همه خورا و دست و کیکاووس بسیار خوشحال میشه و از این خوشحالی دست فراموش کردم بگم که این روز روز سهشنبه آخر سال بوده که خیلی خوشحال میشه. دستور میده که تمام اهالی جشن شدی شهر فردا جشن و شادی بگیرن و دستور میده که به همه سور بدن سور بدن یعنی غذا بدن پذیرایی بکنن چون روز چهارشنبه همه از همه دعوت بشه که بیان در این جشن و پایکوبی ها شرکت کنن و بهشون سور داده بشه اسم روز و چهارشنبه سوری و از اونجایی که او به دلیلی که از این آتش عبور کرده بود و این ماجرا پیش اومده بود این شد که روز چهارشنبه رو به نام چهارشنبه سوری شهرت دادن روزی که شور داده شده به نفع به خاطر سیاوش و همون شب در اون جشن پایکوبی آتش روشن کرده بودن که مردم از رو آتش ها میپریدن چون که از, از هفته تونل در واقع رد شده بود بود از اون روز به بعد یه... یعنی از اون سال به بعد هر سال از ایران باستان شبهای چهارشنبه سودی که آخرین چهارشنبه سال هست مردم به جشن و پایکوبی میپردازن و از روی آتش میپرن این داستان چهارشنبه سوری است چه باحال ما که فقط یادمون نارنجک میزدیم کمیته میومد با این مود موتورا میزد با چوب و فلان فرار میکردیم بعد می بالا از بالا نارنجک میخوایم رو اونا با شیشه میشکوندن ما اصلا نمی چیز قشنگی پشت شعر و این حرفا هست بله سنت خب خیلی قدیمی ایرانی است که از زمانهای خیلی دور از ایران باستان به یادگار مونده بود و همه مردم شبهای چهارشنبه سوری رو به این شکل که الان میبینیم برگزار میکنن متا اونو که شما دیدید که کمیته میریخت و به هم میزد و آتش میزد خب موجب شده بود که همه چیز رو از نور به خودش خارج بکنه اگر نه شاشم چهارشنبه سوری تمام مردم شهر در کوچه ها جمع شدن از اول کوچه تا آخر کوچه همه مردم هر کسی در خونه خودش آتشی روشن میکرد و به شادی و پایکوبی میپرداختند و از این آتش ها میپریدن و یک شب به یادماندنی رو برای خودشون برگزار میکردن دختر بازی میکردی اون موقع بچه بودی شب شاشم سوری یا نه؟ من هرگز از این کارا برای بد نکردم آخه خب ببین چل سالگی زنگ گرفتی تا چل چیکار میکردی؟ دخترم میدید رو تو میکردی اون می تا چل زندگی می کردم؟ <تص> خیلی خوب واقعا میگم بعد میگم خاک تا چهل سال اطلاعات دیدی دیدی بعد آخرم این مامانه گرفتی از این همه خانم های خوب بابا کنن چند تا خانم وجود داره من میگم من میگم ببین, درست میگم میگم من مثل خانم وجود داره که فقط به قول معروف لوس و گرگرو هست خانم وجود داره که خیلی زحمت کشن یعنی مثلا فقط کار میکنن ولی باهوش نیستن که مثلا کار خوب انجام بدن که مثلا اون زحمتشون به چیزی برسه و یه سری خانوم داریم که خب هم زحمت کشن هم باهوشن و یه سری خانوم هم داریم که فقط هشتن یعنی مثلا هر جا برش هست من از من کلن چهار دست خانم وجود داره تو الان خب تجربت بیشتره تو دنیا به نظر تقریبا درست میگم البته اینه گفتی درست گفتی منتا جایی اشتباه داره در تقسیم بندی که کردی گفتی یه دست دست هستن که خانوم ها این جوریان و جوری و میکنن هر اون چهار تا دسته توختی گفتی همشون رو میکنن <applause> چرا این هنر خانوم هاست؟ یا پسران هم رو خودمونو؟ پسرا هم هستن و گاه گاهی ولی خب خیلی کمتر ولی بیشتر خانوم ها هستن دلیش هم که البته چون از زمان قدیم همیشه فشار روی خانم بسیار زیاد بوده و همه زحمات خونه بیشتلا در براخده اونا بوده خب خسته میشدند و طبیعتا خور میزدند دیگه مثلا از اتاق جارو میشند میرفت بیرون بچه میامد دوباره میریخت خب که ترکیبتون رو من الان تمیز کردم فلان از خود میشه خور دیگه میشه آره من کلا احساس میکنم بیشتر خانم ها خور میزنند یعنی اگه شانسش باشه ولی خب مثلا النا نه النا هم قور میزنه دیگه النا هم خوش خوره الکی زیاد میزنه مثلا همین روز میز پوکر گرفتیم این همه خوبی جاجه بشه است. یکی زحمت کشیده پیداش کرده یکی زحمت کشیده برش آورده درم در بعد میگه روش حشره داشت بعد تو همه اومد در کرده خونه رو بردم حشره زد از این ور اومرش بیرون من این آشقال گوشتم بیرون این چیه ورشی تو خونه ما بعد مادم پایین میگم میز نو همه چیش تمیز یه دونه از این جاهای لیوانش در اومده بوده کچ شده بوده پشتش یه جای خیلی خوب کرده بود که این حشره ها برن خونه درست کنن کلا مثلا هفت از این حشره اونجا بودن ما اینو باز کردیم الان رفتن همش <تصفح> 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 اصلا من لازم نبود بدونم با هشره اومده. می می این با حشره اومده میفهمی چی میگم من, من 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 کسی که بودم درو گرفتم الان وقت نمیفهم تو این حشره بود من باز میکنم تمیزش میکنم میبرمش تو الان فقط میز رو میدید بله. ولی اون حشره که میبینه میدوه پله رو میاد دالا در همه باز میکنه من از حقیق مزدی دوش میام میگم چی هستین <throwing Yep>. <reinforced> پس اینا کلا خانوم خورده بیشتر حساس نمیشه گفت تو این بله. کلن بله. من خیلی ها به من میگن زن ستیزم من چون دختر خیلی عزیزم کردن اما دختر ایرانی مخصوصا خیلی بدم بعد بچه ها میگن زنستیزم دیگه بعد از زن ستیزی که دیگه چیز معموله البته مدتی یک مدت بسیار کوتاهی هست که یه خود مردها متوجه شدن که خانم هم بالاخره حقی دارن و و سابق نیست و در گذشته واقعا زن ها بسیار بسیار مورد آزار بودن مورد زحمت بودن خیلی نه هیچ حقی داشتن نه هیچ حقوقی داشتن نه اجازه هیچ کاری داشتن فقط اینکه توی خونه بپزن و بشورن و وردارن و بزارن و بچه داری بخون و خب بهشون خیلی ظلم شده در طول تاریخ خیلی خیلی زیاد, زیاد 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 حالا کم کم داره درست میشه ولی وای به حال اون روزی که خانوم ها وقت یه اونا بیفتن جلو خوبه جلو بیفتن جلو چون الان من, من, من همین اساس میکنم من میکنم یه اتفاقی افتاده مثلا به دختر میگی که وقتی دختر پسر مساوی بعد میگه آره بعد میگه اگه بریم بیرون پول غذا کی باید بده معلومه پسر اگه میام در باز کنیم در بابا با باز کنم معلومه باید باز کنی بعد وقتی میخوایم بریم جایی بعد وایسم تو در اول به تو معلومه باید بعد میخوای همه اینا معلومه بعد چه جوری مساوی مساوی نیستیم دیگه بعد نه مشکل هست که خانم ها انتخاب میکنن چی انتخاب کردن چیزهای خوبشون میخوان چیزهای بعدش رو چیز بد که نه چیزهای خوبش رو میخوان که زحمت داره رو نه نمیخوان و البته اینم کم, کم حل خواهد شد دیگه کم, کم دو خانم هم خواهند فهمید که نه اونها مثل مردها در هر کاری با شریک باشن الان نظر راجع النا چیه عروست خدایی هم راست گو والا عروس من من خیلی خیلی ازش راضی هستم بسیار راضی هستم خیلی خانم خوبیه خیلی فداکاره خیلی باگذشته خیلی زحمت کشه بگو خوبی هم تبلیغ هم بله در بچه خونه خواستیم من در, در همه کار خوبه در ریلتوری هم که یه جای خود داره که واقعا خیلی خوب عمل میکنه خیلی با و... وجدان و دلسوزی تجربه با وجدان و و رایت و حقوق مستجر و مجر هیچ فرق نمیکنه براش حقوق همه رو نخواهد رایت کن خیلی آدم خود وکیلی خوبیه بله و... خب نظر چیه که شین جون اولش میگفتش که دخ... دوست دخ... میگفتش که النا جنده است شیرین ایش همچه حرفی نزدی برم تو لغت... نه بار پشتر هم گفته لغت رو به خواهر همین میگفت. لغت رو همه نه. روس ها جنده جم... نمیگفتیم میگم نه بار تکرار کرد میگفت دخترهای روس خراب هن. خب چه فرق داره چه اونم نداره چون زمانی که روس از زیر یوغ اون شوروی سابق بیرون آمد و اون اتحاد جماهیر شوروی متلاشی شد و روس ها اقداری آزادی پیدا کردن چون قبل از اون روس ها حق مسافرت داشتن به خارج از کشور نه بابا پس کره نو... شمالی بوده روسیه کره شمالی کامل دیگه کره شمالی کره شمالی نمونه همون اتحاد جماهیر شوروی است که باقی مونده خب زنها آزاد شدن و زنهای روسی هم اصولا زنهای زیبایی هستند. خب اینها تعدادی از اینها که وضع مالی خوبی نداشتن به ناچار روی احتیاج سرازه شدن به کشورهای مثل کشورهای عربی مثلا. بیشتر بله و به خاطر واقعا تأمین زندگیشون ناچار شدن که خودشون رو در اختیار مردان بذارن من تشکر میکنم از خانم روس بله و با این با که اسم اینا بی خودی بعد در رفت که دختر روس چرا رو فکر حالا چون تا فرض کنیم هزار تا یا دو هزار تا دختر روس از جمعیت چندین میلیونی روسیه آمدن توی جهای بسند دارن یه کاری میکنن که پولی به دست بیارن پس یه همه زنهای روس رو به همین چوب را میراندند و این کلمه همه خرابن رو متاسفانه به زبان می آوردم خب فکر کنم کلا یه درس خوبی از این گرفت که چیزی که فکر میکنه بده به این خوبی از اون بله, بله. بله. چون واقعا خیلی مو... همیشه تعریف شده اون به دوستش داره بله حالا النا ما دیوونه شماست یعنی دیوونه تون اصلا این چه دوستتون داره اصلا <متده> پیش میگم که النا تو خونه رنتی میدی باید پول چارج کنی من هم مام تو پول نمیدم میگم نگفتم که مامان مام من دارم میگم سرویسی که داری میدی این کار رنت یه کار قویه و کاری هم که تو نمی‌کنی من می‌بینم چقدر سری میذاری همه عکس‌ها رو آماده داری جوار رو می‌دی دو صبح زنگ بزنن حواست هست چرا مثلا این کار نمی‌کنی و حالا قرار شده به رو بگیره به دنبال خونه خونه هم جاره حالا چند وقت دیگه ولی جالبه خیلی حساسه رو شما هر چی میشه میگه من امکان نداره از ما با باید پول بگیرم من فکر کنم تو... توی دنیا نمیتونم بگم چون تو ایران میتونم بگم تنها مادر شوهر است که با عروسش خوبه خب بابا من همیشه سوال ازت میپرسم خوام جواب چیه یه دونه نصیحت بخوای به ما بکنی قبل از اینکه برنامه رو تموم بکنیم چیه به ما یعنی چی ما یعنی جمع بستی ما ما الان اصلا فکر کن ده هزار نفر جلوت وایسادیم از بچه سیزده ساله تا <تص> مرد 35 ساله میتونی یکی دو تا نصیحت بکنی واسه این جمع چی کارایی بکنن من یه دونه خودم بگم تا سی سالگی دوست نگیریم خیلی مهمه خب من همچین پیشنهاد نمی چون نمی... همچی کاری بکنن ولی میتونن خب این ح... بگم بزنی پس بزنی بگم چون داستشو نمیدونیم یه یارو میاد توی یه برنامه است داره صحبت میکنه ها میگه که فکر میکنی اگه مثلا بیل گیتس با زنش دعواش بشه پیش کی میره فکر میکنی مثلا پرنس چارلز انگلیس دعواش بشه با خانمش پیش کی میره یه نفر هست تو دنیا که اینا به اون زنگ میزنن دیگه آه. نزدیکی داره یه دوستی داره نه دیگه, دیگه. این خفنا از اون که یه نفر با هواپیما میاد دیگه, دیگه. دیگه تو اون لول که دیدی مثلا دکتر قلبی که مثلا فقط خفنا رو میکنه از این حرفا بعد یارو که داره زر میزنه میگه من اونم میگه به من زنگ میزنن میگه تا... می من تا حالا مثلا ده هزار تا خفن ترین زن و دنیا رو رفتم باشون حرف زدم و من خفن ترین نماپزش دنیا هم دیگه یه تای آدم های دنیا میخوام به من زنگ میزنن اگه من بخوام یه درس به شما بدم اینه که تا سی سالگی آقا تو عرفت رابطه نرین شما تا سی سالگی خودتون رو نمیشنسین میگه سوال اقتصادی 20 ساله با سوال اقتصادی 30 ساله فرق داره و یه سی ساله با چه ساله و پنجاش فرق نداره همون گوه نه بازم فرق نه میگه میگه فقط پنج درصد عوض میشه بره. میگه بیست و سی میتونه زمین آبار پایین باشه ولی میگه سی و پنج درصد سی و هم میگه پنج درصد میگه اصلا اونقدر یه عوض نمیشه میگه وقتی تو خودت خودتو نمیشنسی چجوری میخوای یه نفر میخوا یه رو بشنسی چطوری میتونه این تصمیم درست بشه میتونم بفهم با شانس درست در بیاد خب منظورشون ازدواجه تا سی سالگی ولی شما آخه که بی جنبه است تو سخن میگن دیدی که ایرانی ها رو آی لوف یو عکسشون میشه اون بعد پنج روز مامانشون رو میفروشه دیدی که بچه ایران که تو رفاه بزرگ نمیشن همیشه تو بستگی یه دختر میاد تو پاشو میکنه دیگه یک جوری عاشق میشه پسره که نمیدونی خب بله متصور این هست ما داریم کلی صحبت میکنیم راجع فقط بچه ایران صحبت نمیکنیم نه ما فقط راجع بچه ایران صحبت میکنیم آخه بچه های ایران زبان ما نمیفهمن بچه ایران بچه ایران و افغان افغان میشه که بیچاره اصلا رابطه نمیتونن داشته باشن هیچ اعدام شون نه بابا با. اصلا دختر پسر به دیگه نگاه بکنن خاک بستن خم... توی اف... هم افغانستان هم میبینید که مرتب برادر سر خواهره میبره پدر سر دخترشون میبره میبوره چه چیه شنیده با پسر همسایه با از دور با همین دستکون دادن چی میشه واقعا تو مغز تو مثلا چی باید تو مغز تو کلیک بکنه که تو میرفی صدف رو میکشتی صدف خواهرمه صدف میکشتی چون مثلا صدف به پسر بالی نها کرده چی باید تو مغز تو شسته شو بشه که به این لول برسی من اینو نمیفهمم واقعا متاسفانه دین خب من میدونم ولی چی کار باید بکنه چی بهت میگه چی بشه داره بهش میگه که تو دهنش انداخته که این دختر ناموسه یکی مرده ناموس که پسر بی برادره ناموس هم اگر دیگه خوده بهش لکه وارد بشه دنیا به همین ریزه حالا اگر شما به از هزار تا از این دخترها دخترها که از این پسرها بپرسید که ناموس چیه قطعا نمیتونه شما جواب بده که ناموس یعنی چی فقط شنیدی که ناموس این دختر ناموس آدمه ناموس پدره ناموس برادره حالا اگر هر دوستشون بپرسید هم بدره هم مادر چه ناموس یعنی چی؟ قطعا به شما جواب نمیتونه بده برای شما معنی کنه میگه ناموس ناموس خود ناموس من ناموس چی یعنی چی؟ وقتی که این تو اگر رفت با یه پسری از دور یه نگاه به هم کردن کجای ناموس به هم میرزه؟ این ناموس چی کجا شی به پای شور میشه ولی اینقدر تو مردشون میکنن از بچه تعصب که ناموس رو باید حفظ کنیم اونم فکر رو باید ناموس رو حفظ کنیم حالا چرا هم نمیدونی حالا من خودم خب چون تو ایران بزرگ شدم غیرتی خورده بودم یعنی بودم دیگه مثلا کسی مثلا به چی چیزی میگو واقعا ناراحت میشدم خب تا یه روز تو خونه امیر حسین بودیم فیلم گشته بودیم بعد تو فیلمه یه دختره جیجی جی بود میرفت نه جیجی جی بود از اینکه میره لخ میشه میرخصه بعد داستان بگم قرار این کنم یه دفعه کلاب بودیم بعد وسط کلاب یه دختر آورده که لخ میشد میرخصی یه دونه وان آورده بودن بعد وسط کلاب یه دونه اتاق درست کرده بودن همه اتاق شیشه ای یه دخترم توی این وان داره میرخصه بعد ما که نفر 20 دلار میدادیم یافی تو این اتاقه خب مثلا ما 5 نفر شدیم 100 دلار دادیم یافی تو این اتاقه بعد که ما تو اتاق شیشه ها همه پرده میومد یا تاریک می شد یا یه چیزی میشد که تو گیر کرکر مینداخ پایین بیرون نمی سی ببینی بعد دختره برای ما میرخصید تو وانم آبم بود و میری خب لخ میشد و لخت و مادرزاد و همه چی بیرون تون بیرون خب اوکی بعد یکی از دوستای من اومد گفتش که آقا این دختره خیلی مشتی و من براش حشرم زده بالا و من این دختره رو مثلا میخوام یه انگولکی بکنم برم مثلا ازش چیکار کنم گفتم خب من مثلا من اونجا بودم جزو بچه‌ها گفتم که خب دیگه یارو داره وسط کلاب لخت جیجی دیگه خب برو بهش بگو که مثلا چقدر میگیری نرخ چیه داستان چیه یه سوال بپرس بهت میگه دیگه این رو پیش گفت دختر قاطی که داد و بیداد من جیجی نیستم من هنرمندم فلان بعد یه گفتن گفتم ببین آروم باش وسط کلاب بین 250 پنجاه تا آدم لخ میشی کلاب می بیرون رو خود آب میدیزی بعد ما فکر کردیم این ما کنیم میفهمم تو فکر میکنی بسی. ولی خب به ما بگو میدونی تو چه جوری اساس میکنی ما نباید اینو بدونی من مطمئنم ده نفر دیگه که دارن کارتون رو میکنن اونا نه اون از خودش کی بیاد بگه چقدر میگیری ما رو ببری دختر قاطی کرده بود اینا من از اون وقتی که بینا نمیگم میگم آرتیست هنرمند خلاص یه دوشین فیلم با هم نگاه میکردیم زنه توش آرتیست هنرمند بود میرفت میرقصید میومد بهشم به امیر حسین گفتم که اگه تو مثلا مامانت این بود میفهمید یه خونه میره بیرون میره, میره مثلا لخ میشه میرقصه و اینا چیکار میکردی آهان مثلا سوشون مثلا امیرزن قاتل کنه به یک مثلا دو چه حرفی میزنی نه مامانم نه فلان بر مثلا مثلا سوشون چیپس میخورید من مثلا مامانم نکرده تظاهر کرد گفت من مامانم رو ساپورت میکردم هر کاری میخواد بکنه دیگه مجبور دیگه دمش گرم من اون لحظه هیچ وقت خودم نمیر یعنی دارم بهت میگم مثلا یادم میاد کجای اتاق نشسته بودیم تختش که تمام میشه پایین تخت نشسته بودیم بین همه چی رو یادمه خودم این چقدر قشنگ تره چون یکی ای اینو به من میگفت من قاطی میکردم ناراحت میشدم اصلا خود گریه کنم پس همینسه که اینو گفت من خودم چقدر قشنگ راست میگه بعد من از اون روز بی غیرت شدم یا شاید عاقل شدم چه بله متاسفانه همون داستان که تو, تو... تو... که من ناراحت میشدم تو بدون اینکه بدونی چرا باید ناراحت بشی ولی دیده بودی که بقیه پسرها و افرادی که دور تو هستند از یه همچین چیزی ناراحت میشن هیچ وقت فکر نکرده بودی که برای چی ناراحت شد چرا چی شده چرا باید ناراحت بشم من فکر نکرده بودی تو تو فرضیه است چون فکر میکردی وقتی که یکی اینا میگن در یه آیه است و حتما باید انجام بشه نشه فلانه ولی اگر یه وقتی یه کسی میشه اسم حالا با تو صحبت میکرد یا همون همین ماجرایی که میگه پیش آماده تا دوزاره افتاده که چی داستان چه خب راست میگه چرا اینطوری امیر واقعا زندگی من یه جوری سیف کرده اگه فکرش رو کنی یه بله. حالی من داره که تا آخر عمرم به من بله. نمد گرم ولی بله البته بدونی که تو آماده ای شو داشتی از نظر تربیت داشتی آره. آماده داشتی اگر نه همین حرف رو به همون بچه که به میگه ناموس ناموس بری بزنی دهن و دندونات رو اصلا نمیخواد حاضرش گوش بگیره تو بهش اینو حالی کنی بفهمونی نمیخواد بفهمه نمیتونه بفهمه انا من کلا همیشه من یه دفعه دادم بهش تو به تو میگفتم که اینا اگیاته یا نه گفتم که بابا من از اینکه ما حتی اصلا روز زنمون غیرت داریم ناراحتم کاش مثلا زنمون میتونست بره به نفر دیگه مثلا بخوابه بیاد من مثلا مهم نبود بعد تو بهش که گفتی تو دیگه داری دیوونه میشی <applause> بله دیگه در اون حدش هم نه چون به هر صورت یک حریمی باید وجود داشته باشه بین این مسائل و اون حریم نشی وقتی خانومی با یک مردی میگه با تو ازدواج کردم و مال تو هستم دیگه با اون باشه هم اون هم مردیش هیچ فرق نمیکنه هر دو باید اون حریم حفظ کنن هر وقت نخواستم برای یه نمیخوایم دیگه از این بعد از فردا خدا حافظ برم هر کاری میخوام بکنم مثلا نداره ولی تا زمانی که با هم هستن باید تو حریم حفظ بشه تو خدای اینو خوب به من یاد دادی چون تو همیشه یا خیلی حرفه‌ای بودی هیچکی هی نفهمید که داری شیطونی میکنی یا شیطونی نکردی ما ندیدیم بعد من نمیتونم بفهمم که یه مد آپشن شیطونی داره میگم خب بابام کرد دیگه بابا میدونه منم میکنم دیگه مثلا اینجوری بله مثلا همه مردها همه رفیقاتون همه مثلا همیشه سیخ بودن آقا بعد داستان چیزو بگم چون خودت ازی خیلی خوبه آقا یه دونه ایران که ما بودیم من من که بچه بودم ماهواره بود ماهواره تازه اومده بود و بعد همه آمار اومده بود که توی ماهواره کانالای سکسی داره اون موقع الان دیگه نیست ولی اون موقع بود و خونه هر کی که من میرفتم هر روز خود ماهواره خونه هر کی که میرفتم مثلا میگفتم که ای ماهواره داریم گفت آره بعد مثلا کانال خفن چیه میگفتش که نمیشه بابام بسته بعد ما میرفتم اونجا هی, هی کد رو میزدیم اونم هی میگفت اشتباه صد بار میزدیم اشتباه بی خیال میشدیم میرفتیم خلاص این تو ذهن من مونده بود بعد تا اومدن خونه ما این ماهواره رو ستاب کردن دیگه ماهواره که ستاب کردن یارو ما وصل کرد و به ما بابانشون داد رفتم در داشت مثلا چرت و پرت میگفتن و مثلا میگفت مثلا اگه خراب شد بعد اینو اینو بچرخونی نمیدونم این شماره زنگ بزن که میاد نمیدونم چند سال مثلا این دو رو حرفاشو میزدن دیگه خدافظی نمی در ایرانی هم که طول داره من سعی این ریموت کنترل رو برداشتم رفتم توی چیز قسمت پسورد ستینگ فیگرات کم همیشه من چیز خوب بود رفتم تو ستینگش زدم دیدم زده یه جا پسورد رفتم تو پسورد قشنگ نمیدونم زدم یک دو دو یک سیف بعد دیگه, دیگه دیگه دست من بود دیگه گفتم که داستان اینه که بابا ما که اولا به مامان ما دسترسی داره دیگه واسه چی به این چیزا لازم داره دوم هم این که فکر نمی‌کنم بیاد به من بگه اینو میخوام دیگه چون مثلا میگم برای چی می‌خواد دیگه همونجوری که مثلا بچه روش میشه به باباش بگه باباش هم روش میشه بچه‌ش بگه دیگه من این سیستم رو زدم خلاصه دیگه من اینو داشتم و خودم اشغال می‌کردم از اینکه سرکاریا تا یه روز شانسی بابام دوستاش اونجا بودن و من خوراکم بود که وقتی بابام دوستاش اونجا بودن بهشون بگم شب بخیر من خوابیدم بعد برم زیر در, در گوش بزنم که نمیدونم چی میگن از اتاقم بشنم صداشون فکر میکنم همه بچه‌ها این کارو میکنن <applause> مامان گفت مهمون که داره هر پندقه میاد تو میز نگام کنه اینا شیرینی آورده نه. یعنی. بعد شنیدم که یهو دوستای بابام به بابام گفتن که ایرج ماهواره گرفتی و اینا یا بعد گفتم که خب سن کانال خفناشو دیدی بعد بابا با 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 که نه این طول سگ روش پسورد گذاشته منم روم نمیشه ازش پسورد رو بگیرم و من دیگه اون قش قهقه قه قه پاره شدم <تصفح> خب این داستان رو کانفرم کنی یعنی خود اینجایی من کانفرم میکنم ولی با یه تغییراتی وقتی من رو بحث رو رفتم یه روز یکی از دوستانم من گفت فیلن یه گفتم بله گفت این کانال سکسی هم داره گفتم نه خود خانم سکسی داره که خب واقعا برای بچه ها مناسب نیست مناسبه آقا این احمقانه چه مناسب نیست تو سن باید یاد بگیرن اینو نگاه کنین کانسپت با لذت اون موقع اشتباه فکر میکنن خب برای اون موقع شو فکر من هم وقتی اینطوره گفتم که خیلی خب باشه آره راست میگید من میرم میبندمش اما رفتم تلویزیونی که اینا ببندم دیدم باز نمیکنه وقتی دادم باز دادم پاسپورت داره چی روی پاسپورت گذاشته من روی پسپورت داده شدم کی رو این گذاشته از جرفای اینا زنی زدم به اون که مالو نصب کرده بود که آقا تو اینو نصب کرده برای چی پس رو پسپورت گذاشتی بود آقا ما پسپورت نگذاشتیم گفتم بس چی بودش کنم نمیدونیم خلاصه برداشته کردم تحقیل کردم تم که دیدم بله کار توه خلاصه یعنی تایدهت حال نکردی؟ یه خورده که همچنین سگ داری داری؟ خندیدم خیلی خوشم اومد چون من از اون چیزاست که نمیتونم با حرف بزنم او اولین باری که اومدی راجع به چیزای سکسی با هم هفته یاد میاد یا تنها باری که باید بگم نه یادم نیست اخی تو اتاق من مثلا داشتم یه کاری میکردم با اول یه دونه چیز خیلی خنده من یه دونه فیلم سوپر گرفته بودم بعد این فیلم رو بغل تختم گذاشته بودم یه تو کشو <تص> من میخواستم بابام نره وقتی این فیلم رو برداره ببینه من رفتم که بابا من یه فیلم گوشتم بغل کشم مال نونا خیلی حساسه به اون فیلم کسی دست نزنه یادت میاد اینو نه اصلا که بزرگشتر بودم ساعت درست رفتی دست دیش خب اومدی تو اتاق نشسته بودم بعد گفتی که مفید که میخوام با حرف بزنم بعد من ترسیدم گفتم که ای بابا چی شد و چیکار کردم بعد من گفتی که میدونی که آدم به یه سنی که میرسه یه سری نیازا پیدا میکنه یه سری تغییرات تو زندگیش میفته بعد اینجا فهمیدم که میخوای به راجب چی صحبت کنی گفتم با واردی همه چی میدم همه کار کردم بعد همونجا چیز کردی مکس کردی گفتی که بلند شدید اتا رفتی بیرم فکر <تصفح> کنم بهت خوبی کردم چون خیلی ناراحت بودی داشتی با یک فشاری حرف میزدی داشتی تو فشار تو صورتت میدیدم که چقدر سخت این لغت رو حقیقتا خودم <تصفح> البته خود منم شاید موثر بودم در اینکه تو اینقدر آزاد باشی و این بود که همسایه داشتیم و دختری داشت و لابد میدونی که یا اسمش میخوام بیارم بعد یه روز اینا آورده بودی و برده بودی توی اتاق و, و هم مشغول بودی دیگه رو تخت مشغولی که رو تخت خوابیده بودی مثلا بغل هم پاتون از آویزون بود تو دست تو دیگه گردن اون بود از گردن من داشت تو لباسشه بعد من از راه رسیدم طبقه به امور فولی میادم به شما سر میزدم فاتی خانم قرار بود خبر کنه من اون روز احمق نکه اولین کاری که میکردم میادم به شما سر میزدم یک راست را 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 یه راست هم در رو باز کردم همین در رو باز کردم یهو ها اینو سحنر دیدم بلا فساد در, در بسته آدم بیرون آدم رو دو دوباله کار خودم بعد یک ساعتی گذاشتم که از شما هیچ خبری نیست نمیاد از اتاق بیرون فوری فهمیدم که شما به صلاح خجالت کشیدین و از خجالت نمیاد بیرون رفت اومدم در زدم و بعد دیگه در زدم دیگه در گفتم بله در باز کردم گفتم بیرون یه خب یه حالی گفتم ما بشین دیدینا خب این چیه تو انتظار داشتی حالا من بس این رد دختر رفت مثلا بیام تو رو دعوا بکنم از جفا بعد دیدی که نه اولا من خب بیاد بیرون خودم بابا بشید خودم بابا هم صحبت کنه آره من اصلا نمیدونم تو چه کاری میکنی یعنی هر چیزی آپشنه دیگه تو اون سن وقتی هست یه چی اتفاقی میفته تو نمی‌دونی ماما با چیکار میکنه چند بار اومد تو اتاق من اصلا یه بار دیگه هم یادمه تو اون دفعه اولش مهم بود <تصفح> <تصفح> بعدش مهم نبود چه در قفل نمیکردم تو اتاقی که قفل داشتن یادمه خیلی خب اینم آقا یه چیله با بابا بود و چهارشنبه استودیو. و خب. یادی از خاطرات آها قرار شد یه چیزی به ما بگیر از که بریم قرار شد یه دونه گوشزد به ما بدی برای بچه های سیزده سال تا سی پنج سال اول قصد گوشزد بدم بد ما نشستیم اینجا پای مک... آب نهی ها حالا دیگه آب بود احتیاج نداریم آدم اینجا نشستم پای میکروفون حالا منتظرم که تو شروع کنی که ب... با یه مقدمه بسیار کوتاه بعد از من سوال کنید ولی تو مقدمه انقدر بزرگ و زیاد بود من اصلا یادم رفت که اول به دوستانی که این فیلم های تو رو ببینند یه درود بفرستم و باشون این خوش بشی کرده باشم من حالا درود رو حالا میفرستم و بعدش هم به رو به شما بگم چیزی که هست من یه کاری که کردم من معرفی مهمون ندارم یعنی سلام نمی... مثلا نمیگم که من سوالم سلام شما برو بگم که سلام بچه خوشه اینجوری نمیگم من شروع میکنم بعد طرفم میاد توی داستان بعد حالا هر جای داستان دیگه مردم میفهمن که و اینا خدافظی هم ندارم حرفم که تماشا میگم خدافزی همه همه, همه, همه همه یوتیوبر رو... هم باشه میگم خداحافظ خدا خدا حافظ خدا دیگه نه دیگه همه میگن خیلی متشکر نگاه کردین فیلم شب خوبی داشته باشین لطفا لایک و سابسکرایب کنین هر یه, تزی داره اون, اون آخر چه چیزی میده من میگم اینجوری با هم بای از این بعد به جای خدا هم بگید بدرود کدوم حافظی کی حافظ باشه چرا خدای بزرگ. حرفو نزن ولا سلام محمدی و من اگه بودم حتما اخو میشم خدای بهترین بیزنسه بهترین شغل رو منم تو چرا نشدی که من نمیخواستم سر مردم کلا بذارم دیوونه ای دیگه من پاش میافتاد میذاشتم خدایی آخوندار از بین ببرین اگه نمیبرین دیگه ها. به من قرن از چرا من آخوند میشدم تمام اونها که آخوند میشن میدونن که چرا آخوند میشن 100 درصد اولاغم هست توش که واقعا باور داره من اینو باور دارم که اولاغم توش هست خیلی کم اونهایی که به هیچ جا نمیرسن بله اونها هستن که واقعا باور داره درست خدا کنم بله. ولی بقیه هم هستن دیگه من درست یادم هست اوائل انقلاب بود که فرماندار شهر با من دوست بود من رفتم پروش ساعت دو بعد از بود یه ادارات ساعت دو تعطیل شدن بلند شدم گفت کجا میخوای بریم گفتم برام خونه دیگه دیره برم برام خونه قرار میخوام گفت من قراره برم فلان بخش بخش در هر شهری دور چندتا چند تا بخش وجود داره یعنی دهستان بزرگی به نام بخش میخوام برام اونجا اختلافی بین امام جمعه محل و شورای ده افتاده برم اختلافشون رفت بخونم تو اون اگه با هم بریم گفتم باش با هم بریم با هم رفتیم و وقتی رفتیم رفتیم وارد خونه آخوند شدیم اولش که از اونجا شیم بریم به شورا شورا اولا تا نشستیم تا تو تو آخونده آمد گفت خب اون تا منقل حاضره منظرش منقل تریاک بود خب حالا چون اسم نیاوردم میگم فرمان دارم تون اهلش بود گفت بریم. رفتن و مشغول شدن و من هم رفتم نشستم بعد بافور فور آوردن طرف من گفتم نه متشکرم من اصلا اهلش نیستم هی اصرار گفتم نه, نه من نیستم بعد یا آقوم دادش خب ویسکی میخوای؟ بودکا میخوای؟ آبجو میخوای؟ چی میخوای باید بیارم؟ گفتم من این موقع روزم ساعت سه بعد از ظهر هیچی نمیخوایم خیلی ممنون این حالا از منظر آخوند چه شروع بشه اینا بعد شروع کردم با فرماندار به بحث کردن راجع به اختلافی که با شورای شهر دارن آقای فرماندار تو میدونی من از چی دارم میسوزه؟ از چی؟ گفت این اعضای شورای شهر فکر میکنن من خرم نمیفهمم اینا دیگه نمیدونن که من اگر آمادم آخوند شدم از پدر سوختگی که آمادم آخوند شدم به دنبال پدر سوختگی آمادم وقت اینا میخوان با من در بیفته. جمله خود آخونده. بله میتونم ببینم قشنگ آره چون نمیتونی به طب... قشنگ یه آدمی همین که گفتم میبینه صحنه رو مثل من میگه آقا چه باحال میریم توش چطور به مردم میگیم بعد پول میان به اون میدن بله دوستا آقا... میارن بله. آقای خامنه میاد میگه دعای فلان بخون که فلان بشه و بعد یه دستور میده 40 نفر اعدام بکنه میشه یه آدمی دستور قتل این همه آدم رو بده بعد اعتقاد داشت خدای خدایی هست اعتقاد داشت که بهشتی هست یا جهنمی هست خب این معلومه که هیچ اعتقادی نداره این از همون هاست که از پدست یه رفته آخون شده اگه این دیگه این چیزش دیگه این به قول معروف مرحله است دیگه این از یک پدسوخته ای که بقیه جلوی این قایه کردن بله یک کسی جوعد هدن... بابا خود من مثلا تا 5 سال جوعد نشم حرف بزنم انقدی این آدم ایول و شیطان و کثیفه من که تو کانادا ایران نمیرم میترسم ازش خیلی جالبه که یادم بتونه انقدر وحشی و قلدر بشه چون بهش فکر می‌کنم بگم چقدر یارو قلدر رو حرم زاده است بدون که بیا شاخشونه بکشه بدون که بیا دروده بکشه مثلا 80 میلیون ازش میترسن yeah. یه سری هم که خوشو میکشن براش yeah. خب حالا اینکه به من دیگه ما که خدا شکر دست در نکنه ما رو بودی اینجا دست شما و خواهرت همه عزیز درد نکنه که زحمت کاری ما رو کشیدیم بیایم اینجا خیلی من امیدوارم که ما ولی آمریکا دیگه نام از سر کانادای تخمی برازان کانادا از آمریکا خیلی بهتر حرف درسته میفهمم ولی میفهمی که آمریکا باحال‌تره باحال‌تر نیست خب خود پیش خود پیشرفته‌تر هم نیست باحال‌تره فقط ام... امکانات پیشرفتی امکانات میگم امکانات بیشتری داره ولی امنیتی کانادا. ببین فقط هواه بذار این راستش رو بگم فقط و فقط هواه این هوا که تو میتونی بلند بابا سالی 350 روز آفتاب داره کالیفرنیا این مسخره بازیه بله خود ایران شان داره 16 روز ابر و بارون داره بله خیلی قوی خدایی خیلی قوی من که در عقده کالیفرنیا میرم دوستای کالیفرنیا میگن دیوونه ای میگن فقط چون نیستی عقده داری میگن بیا اینجا داره شش ماه حالت هم میخوره 10 تا دوستای کالیفرنیا اینو بهم گفتن طبیعیه هر جای شما بهت همینطور اونها ب... اونا در آرزه بارون هست نه اونا میگن میگن ما دیوونه ایمانیم که دیدیم احمقی میگی بله. اینجا بهتره بله. میگم مرغ همسای شاید ولی این هواش خسته شدم میگه بابا 25 سال داره بارون میاد خب بیران قدر این بارون رو ما نمیدونیم چون توش هستیم بارون ج... آره این تمیزی و زیبایی از اون داریم کجاش بیران. ایراد داره خب بارون میاد. امروز رفتم بیرون آشغال انداختم چون آفتاب بود بله. من عاشق دخترم بسیم شلاق زج میمونه رفتم بیرون پرنده هایش هم میخونن عاشقال رو زنی برشن اون لذتی که شما از اون یه روز آفتاب اینجا میبینید اون آ... کشور آفتابی آمریکایی از سی ست روز آفتابیش هیچ لذت میبره؟ رفتم صد... خونه سارا سارا یاتیان اولی رفتم خونه سارا تو کالیفرنیا استخ داره رفتم توش گفتم آخرین باری که تو استخ بودی کی بود من خب فکر کنم یه سال پیش بله یعنی فقط ما که ذوق داشتیم هر روز صبح بالام شدیم میپریم تو آب جیغ زدیم و این حرفا ولی باور میشه آبش سرد بود گفتم دیگه خیلی ظلمه تو گرم ترین موقع تا میام کالیفرنیا یا تو حیات استخ استخ تو حیات باشه و آب همون سرد بشه. من دیگه دیگه کی آب میخواد گرم شه کجا میخواد گرم فقط تو کیش گرم نامستم خیلی خب بابای مرسی وقتی تو گذاشتی ولی تجربه رو باید بگیم من ول نمیکنم یه نصیحت به ما بکن سعی کنید در طول زندگیتون فقط آدم باشید سخت شد که یعنی چی آدم باشین من این که آدم باشیم بهتر من بیشتر دوست دارم معنی نداره باسم آدم بودن به معنای اینکه که آزارت منصف باشن. آزارت به دیگران نرسه نمیشه که دنیا کسافت خالیه کی جی؟ جن... حرفی میزنی اگر همه سعی کنن که نباشن دنیا کم کم درست میشه خب اینو منم میگم من بچه ها میگم میگم بچه که آدم حسابین سعی کنیم بیشتر زحمت بکشیم چون انقدر آدم عوضی زیاده ما باید بیشتر زحمت بکشیم که خوبی دیده بشه اینو قبول دارم ولی میگم خیلی سخته بابا به قول یه جای خونده بیه بار نوشته بود که وقتی که ما میریم یه جایی یه خود یارو کار بد میکنه داد و بیداد و انتقاد و اینور و اونور بشینیم میگیم که این کار بدی کرد ولی صد نفر دور برمون کار خوبی میکنن نگاه میکنیم و اینجوری به تمام میشه اگر اونهایی که کار خوب میکنن ازشون تقدیر بکنیم تشویق بکنیم باعث تکثیر خوبی ها میشه تکثیر حتی لغت عربی است ولی به معنای زیاد شدن خوبی ها زیاد میشه تو وقتی یه آدم خوب رو تشویق میکنی به خاطر یه کاری که کرده حالا اگر یه نفر بعدی هم یه روز کارش کی میفته به سراغ این این یا به یاد اون تشویق باز سعی میکنه کار رو خوب انجام بده و این باعث که خوبی ها زیاد بشه خوبی ها پخش میشه آدم باز از خودش شروع میکنه تا به دیگران برسه خب ولی با این منطق قبول دارم حرف تو پس اگه بهش فکر بکنی توی ایران چون از وقتی که به دنیا میای همه از دولت تا معلم تا نازم تا پلیس تا سپاه هر کی گیره میفته دهن رو سرویس میکنه بهت بی میکنه حالتو میگیره بهت زور میگه پس تو دقیقا اونوری به وجود میای دیگه اگه خوبی کنی تکسی پیدا میکنه توی ایران فقط بدی دارن میکنن پس بر همینه که همه آدمای ایرانی دارن خیلی دارن بد میشین به نظر من خاکرمون به گوه کشیده شده بدون این ایرانی ایران که شما رو سهر ایران در این چل سال به این شکل در آمده قبل از این چل سال در ایران خوبی ها هشت بود میفهمم خوبی ها زیاد بود بهشت به بود کمتر دارشجوی بود که بیاد تا اروپا و آمریکا برای تحصیل آخرین روز درس کلاس تمام شد منتظر نمیشد که مدرک تحصیلشو رو بگیره میامد آدرس داشت رو برام بفرستید بودن تو ایران اکثر سفرای کشورهای خارجی که میمدن ایران اگر دوران آخر بازشستگیشون بود میموندن؟ قطعا همشون تو ایران میموندن دیگه بعد نمیگشتن به کشور خودشون نه میتونم ببینم خداگیری خیلی باحال بوده اکتر که میبینم پشمان میزی که یه چیزی داشتین که مثلا الان انگلیس داره مثلا میگه مثلا یکی از دوستای بابام بابای دوستم چیزی کرده بود تو انگلیس درس میخون تو جوان مثلا مورد خیلی قدیمی بود و اون میگفتش که وقتی ما میرفتیم انگلیس درس میخونیم میگفت انگلیس مثل مثلا طویله بود میگفت مثلا مثلا فقط شهر اصلی مثلا خیابون مناسب داشتین میگفت بقیه مثلا خاکی بود جاده ها حتی هنوز میگفت از همین دانشجوی کشور نفتی پول گرفتن و کشورشون ساختن چیزی نداشتن اون درسته بعد بله، ما کشور خوبی داشتیم بسیار همه چیز داشتیم همه چیز شد ما در ایران در تمام روزهای سال چهار فصل رو داریم شما در یه روز مثلا خاص میتونی توی تهران باشی با یه هوای متدل میتونی بری شمال با یک هوای خیلی خوب میتونی بری خوزستان با یک هوای بسیار گرم میتونی یه بره کشور اسکی کنی و یه کشور دیگه بری تو آب چنا کنی همه چیز داشتیم همه چیز داشتیم و متاسفانه و پدر این قدرت های بزرگ لعنت که به خاطر منافع خودشون یه چنین کشوری رو اینجی رو کردن واقعا هشتاد میلیون رو بیناموز کردن که مثلا قایق بخرن برای خودشون میگن؟ برای شما نداره برد. منافع خودشون هر چون خودشون چیه؟ مثلا آمریکا چی داره که مثلا کش دیگه نداره همه چی شبیه هم دیگه. مثلا ما کباب میذاریم رو همبرگر میذاریم دیگه حالا آره بله ولمون میکن دیگه چی میگم میکن. خیلی خب آقا دمتون گرم مرسی بابا که وقتی رو گذاشتی برامون اگه میشه ماه یه بار اینا بیا اینجا ما حال کنیم مل. با شمال میل با شمال میل و به همه دوستانت و اونایی که برنامه‌ی تو رو ببینن درود میفرستم و برای همشون آرزوی سلامتی ده. اگر سوالی چیزی دارین توی کامنت از بابای من بپرسین لطفا که من تو ویدیو بعدی سوالا رو از بابا بپرسم باحال باشه همه سوالم بپرسین یعنی من دیگه میگم و دن ندارم هر سوالی هست که براتون جالبه بپرسین من من اپیزود بعدی که با بابا, بابا دارم ماه دیگه یا دو هفته دیگه ازش میپرسم دمتون گرم چکس